این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از اولویت اول عظما در سال 92 که توسط سربار سرتشتک احمدی مقدم اینطور مطرح میشه. ما الان اولویت اولمون انتخابات امنه. نیروی انتظامی هم همه گونه پیشبینی های خودش رو در این زمینه انجام داده، اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی، هماهنگی با سایر دستگاه های مسئول. و من خواهشم اینه که کاندیداها و کسانی که میخوان در معرض رأی مردم قرار بگیرن، اینها از ایجاد تنش جدا پرهیز کنن. البته خود این پاسدار گندبک هم میدونه که اگه تو این انتخابات اوضاع نظام کیش میشی بشه، از هیچ ننه قمری کاری ساخته نیست. حتی این آخوند مفسدی که جس میگیره که اند همه سرویس های اطلاعاتی دنیاست. وزیر اطلاعات گفته این احتمال وجود داره که از خارج کشور سازمان های اطلاعاتی، گروه ها و جریان های خاص اقدام به ایجاد مشکلاتی در انتخابات ریاست جمهوری کنن که در این صورت با برخورد قاطع مواجه میشن. به خاطر همینه که این روزا اوزی تو بیت هر جا میره لولو خورخوره فتنه رو میبینه و زهرش آب میشه. به غیر از این چنگ و دندون نشون دادن ها، یکی دیگه از کارهای سید علی تو آستانه انتخابات فرستادن کشتی با لنگر باز توی خلیج فارسه. حالا واسه چی؟ باز هم لنگر کشتی معروف کار اینترنت رو لنگ کرد. چند وقتیه که جستجو در اینترنت به خصوص جستجوی تصاویر به سختی انجام میشه. چرا؟ یکی دو تا واقعه در منطقه در مسیر اینترنت بین المللی به وقوع پیوست. فرض کن مثلا کشتی حرکت میکرده، قسمتی از کابل رو با اون قول معروف چنگکی که زیرش قرارده با خودش کرد، وقتی اونجا مشکل پیدا میکنه، خب یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت ها کاهش پیدا میکنه. ولی در خلیج فارس دو بار تا حالا در دو سه ماه گذشته این دو بار حداقل اتفاق افتاد. پس کندی سرعت اینترنت هیچ ربطی به ترس سید علی از قیام نداره، فقط به خاطر کشتی هاست ها؟ و حالا یک استدلال بسیار قانع کننده و باورپذیر برای گرم کردن منقل انتخابات. دیم دیم دیریم دیم دیم دیریم. در ایران رئیس جمهور توسط مردم انتخاب میشه و مسیر آینده یک کشور توسط مردم تعیین میشه. حالا برعکس خیلی از کشورهایی که توش انتخابات اصلا وجود نداره یا خیلی نمایشی برگزار میشه، در جمهوری اسلامی ایران رأی و نظر مردم کاملا تاثیرگذاره و این انتخابات باعث میشه تا پایه‌های نظام استوارتر شه. همه چی حل بود، فقط همین جمله تو مونده بود تا جمهوری اسلامی به بهترین دموکراسی دنیا تبدیل بشه. تو این دموکراسی اینم میشه بحث آزاد بر اساس سناریوی نوشته شده در پایگاه بسیج. شبکات ماهواره‌ای الان کلن دارن روی این کار میکنن که انتخابات ما بی خودیه، رأی ما بی خودیه. ولی این ثابت کرده که دانشجوی این دوره و از هوشیاره و همیشه 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 تو ثابت قدم تو همه عرصه ها شرکت میکنن، مثلا بحث انتخابات. شرکت بسیجی ها تو این نمایش انتخابات امسال خیلی برای ولی فقی مهمه، چون میخواد هر جور شده از دست این محمود سیریش و رفقاش خلاص شه که این روزا از هر فرصتی برای انگوش کردن تو چش و چال عظما استفاده میکنه. مردم تشخیص میدن چه کار بکنند، نکنه خدای نکرده بعضی این گوشه اون گوشه پیدا بشن، خیال کنن از مردم بیشتر میفهمن، یا مالک مردمن یا صاحب مردمن یا آقا بالا سر مردمن. امروز دشمنای ما دیگه مثل سال 59 وقتی میخوان به ما تهاجم کنن، نمیان به مرز شلمچه یا فکه یا دهلاوی حمله کنن، میان به سوریه رو میخوان بزنن. اگه میخوان امنیت ما رو خدشه دار کنن، میان تو عراق مشکل ایجاد میکنن. بله، تقریبا 3 هفته پیش بود که سید علی آخوند مفسدی رو
با یه مش دستورالعمل فرستاد عراق تا یه دری روی دیگ جوشان تحولات عراق بذاره که حداقل تا انتخابات سرریز نکنه. مالکی هم طبق دستور رفت برای گذاشتن در دیگ، اما دیگ ترکید و سر و ریش عظما رو جزغاله کرد. امروز صبح هم ارتش عراق وارد این چادر تحصن کنندگان شد. در ابتدا اقدام به تخلیه نیروهای مردمی کرد و سپس مواجه شد با آتش سنگین نیروهای تحصن کننده و در این درگیری بین 20 تا 50 نفر هم کشته شدند که آمارها در مورد کشته شدگان متفاوت است. جریان‌های مختلفی کمک می‌خوان بکنن به ضربه زدن به آرامش موجود در کشور که توسط دولت نورمالکی در حال ایجاد شدن هست. این هم از آخر و عاقبت محکم کاری دولت مالکی به دست سیدعلی و مفسدی. در حالی که لحیم خامنه ای داره توی منطقه وامیره، این کارشناس کشکی میخواد با این سوسه ها از قدرت منطقه ای دم بزنه. اومد الان اونها دیگه با یک جمهوری اسلامی طرفن که دیگه جمهوری اسلامی 34 سال پیش نیست، یه قدرت منطقه‌ای شده. قدرت منطقه‌ای یعنی چی؟ من میخوام مثال خیلی ساده بزنم. یه موقع ما ناوای نیرو دریای ما تو 3 مایلی آبهای ما رزمایش داشتن، یعنی تو آبهای ساحلی خودمون رزمایش میذاشتن. الان بچه های نیرو دریایی بیش از 5 ساله که تو خلیج عدن مستقرند و هیچ کس هم تو دنیا اعتراض نکرده که چرا شما اینجایید. چرا؟ چون به این قدرت رسیدیم، به این حد رسیدیم که این کارو بکنیم کسی هم به ما اعتراض نکنه. الان بیش از 3 ساله که بچه های نیرو دریایی ما تو مدیترانن، از کانال سوئز رد شدن و ما به دنبال این هستیم که دیگه بریم افقهای انتهای مدیترانه تا جبل و طارق و انشالله تو همین آینده نزدیک بچه های نیرو دریایی میخوان برن. این یعنی چی؟ این حد ما داره گسترش پیدا میکنه. البته اگه اسبای آبی عظما با این لگن قرازه ها میرن، میتونن تا اون ور اقیانوس اطلس هم برن، کسی هم بهشون اصلا اعتراض هم نمیکنه. اما اگه صحبت قدرت ناو و این حرف هاست، ببینیم کاپیتان اسپاروی نظام چقدر مایه داره. سوالم از امیر سیاری این هست که واقعا در برابر ناوهای دریایی عظیمی که ده ها هواپیما و تجهیزات پیشرفته بر روی آن سوار است، آیا نیروی دریایی کشور ما قادر به مقابله با آن همه تجهیزات پیشرفته است یا خیر؟ قرار نیست که ما بیایم در یک مسابقه تسلیحاتی وارد بشیم که هر چیزی دیگران دارند ما بیاییم تجهیزات بسازیم. اول این عزیزمون باید بدونه که اون که شما مثال دارید میزنید با ده ها ناو هواپیما بر انواع و اقسام هواپیما، سالی 800 میلیارد دلار هزینه نظامی دارد. خب اما در کشور ما نگاه به ما چقدر به قول مرو درآمد خالص ملیمونه و چقدر ما خرج کار نظامی میکنیم. منظورش اینه که بابا ما یه خالی بستیم، تو چرا جدی گرفتی؟ از این خالی بندی ها توی تیوی ریش زیاد میشه، اما خودشون جدی نمیگیرن و سریع درز میگیرن. یعنی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز، واقعا ایشون دوران 8 سال دفاع مقدس رو طی کردن به عنوان فرمانده، کسی که ارتش رو کاملا درک کرده. من دیروز داشتم یه خاطره میخوندم راجع به حضورشون در یک عملیات، یک عملیات برون مرزی که با یک در واقع چرخبار رفته بودن و اون چرخبار عملیات انجام داده بود و ایشون در کابین خلبان، فکر کنم خلبان 2 نشسته بودن. خب آقا من می‌خواستم توان نظامی ایران نسبت سایر کشورها رو توضیح بدید. بابا چرا اینا خاطره این یارو رو تحویل نگرفتن؟ اگه کسی ندونه، این خلبان زن بسیجی میتونه این خاطره رو تایید کنه. خاطره اولین پرواز مقام عظما رو از تو بیت سوار کردیم ببریمش یه جای امن. تو راه هواپیماهای میگ همینجوری دور و برمون میچرخیدن. آقا گفت اینا چی هست؟ گفتم آقا اینا میگن. گفت خب یه خود آرومتر برو ببینیم چی میگن. بصیرت رو میبینید؟ مقام عظماست دیگه. حالا یک راه حل عملی برای اونایی که میخوان تو ایران آزادی بیان داشته باشن. اما بگن اینو بگو. حالا البته الحمدلله رب العالمین، من تا امروز اینو صریح میگم، هیچ وقت نه تو تلویزیون نه تو منبر هیچ کسی از هیچ جایی به من نگفته چیو بگو چیو نگو. و اگرم بگن دیگه حرف نخواهم زد، چون اگه قرار شدم این لباسو میپوشه که آزاد حرفشو میزنه، یعنی
اساس روحانیت بر همین. این هم یک نمونه تاریخی توسط بنیانگذار این سبک از آزادی بیان. اون انقلابایی که در دنیا واقع میشد از اول عمل کرده بودیم که به مجرد این که پیروزی حاصل شد تمام درها را ببندیم و تمام رفت آمدها را منقطع کنیم و تمام این گروه ها را خفه کنیم یا کنار بگذاریم و منحل کنیم تمام این گروه هایی که بودن و با شدت عمل کنیم باشون، این گرفتاری ها برا ما پیدا نمیشد که ما هر روز عذابی گیریم. روند جارو کردن کانال های تیوی ریش از ماهواره های دنیا رمقی برای مجریان پشم شیشه باقی نذاشته. جمهوری اسلامی ایران رو تو ماهواره ها دوباره قطع کنن که اصلا اتفاق خوبی نیست. دوباره امسال حالا شمسی خودمون که شروع شد دوباره از این اتفاقات هم مثل این که تمومی نداره و قراره بازم اتفاق بیفته. یه سری از شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران رو همش هم میخوان ادامه بدن، نمیدونم واقعا کجا میخوان برسن. صدای ما میرسه، آره صدای جمهوری اسلامی ایران میرسه. قول میدم، یه بار دیگه هم تو این برنامه گفتم، قول میدم از طرف دانشمندان جوان ایرانی یه خورده دیگه فرصت بدن، خودمون ماهوارمون رو میفرستیم، خودمون با همین جوان‌ها. عجب پیشنهاد دلگرم کننده‌ای برای بسیجی ها داد. خوب بود پیشنهادش رو اینطوری تکمیل میکرد که دفعه بعد خودش هم با این میمونه میرفت فضا که از اونجا دو نفره برنامه اجرا کنن. حالا اگه میخواید بدونید که دنیا داره چی رو از دست میده که اینا دیگه تو ماهواره نیستن، ما به شما نشون میدیم. دل و دین میبرد از شهر شمیمی، افتاده نخ چادر او دست نسیم. تسبیح دلم پاره شد آن دم که شنیدم با دست خودش داد اناری به یتیم. ای والله انفاسکم. برای بستن ته تیوریش این هفته توجه شما رو به سریالی از گیجبازی‌های خبرنویسا و خبرخون‌های تیوریش جلب می‌کنیم که زیر فشار وضعیت درب و داغون نظام سوتی میدن مثل ریگ. بینندگان عزیز و ارجمند، گفتگو رو ادامه میدم. یه مراسم پرماجرا و چند سوال بی جواب. خب اما به خاطر اشکالاتی که در پخش امشب و یه مقدار به هم ریختگی در متن خبرها ایجاد شد از شما عذرخواهی میکنیم. خبر داد بورس آمریکا در خطر ورشکستگی قرار دارد. به گزارش این خبرگزاری، این خبرگزاری با کاسته شدن از ارزش سهام. در انتها یک کودک با نمک با یک توانایی ویژه رو میبینیم که میتونه به راحتی تو هر خیابونی واسه خودش راه باز کنه. چطوری؟ با آژیر طبیعی.